افشای علت اصلی مرگ زهره فکور توسط امین فردین. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به افشاگری جدید امین فردین با هم صحبت میکنیم. شما برای اینکه ویدیو جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون توپ باشه. داره نزدیک یک ماه میشه که خانم زهره فکور از دنیا رفتن. مرگی که گفته میشد خودکشی و یه عده میگفتن قتل صورت گرفته، ولی خب امین فردین الان اومده یه افشاگری جدید انجام داده و مدعی شده که نه قتلی در کار بوده نه خودکشی. و امین فردین مدعیه که آزمایش سمشناسی که چند هفته پیش منتشر شده نشون داده که علت مرگ اووردوز در اثر مصرف بیش از حد مواد بوده و خودکشی و قتلی در کار نبوده. و همچنین امین فردین از خانواده زهره فکور خواستش که بیان جزئیات مرگ ایشون رو منتشر کنن که اگه تا 24 ساعت این کار رو نکنن خودش این کار رو انجام میده. امین فردین توی استوریش اینجوری نوشت: بهتون گفته بودم زمان بهترین قاضی است و زمان همه چیز رو مشخص میکنه. در خصوص فوت زهره فکور صبور، تایید کنم فوت زهره صبور فکور، نه خودکشی. بهتر خانوادهش بیان اون نظریه سمشناسی پزشک قانونی رو در خصوص علت فوت اعلام کنن. تا افرادی که برای تخریب من گفته بودن که زهره فکور صبور به خاطر افشاگری امین فردین خودکشی کرده، دروغشون افشا بشه. اگه خانواده زهره تا 24 ساعت دیگه بیانیه ندن، من خودم علت فوت زهره فکور صبور رو اعلام میکنم. سکوت خانواده و دوستاش که علت فوت رو یک هفته است فهمیدن و پنهان کردن جالبه. فقط خواستم در جریان باشید، زهره فکور صبور خودکشی نکرده، بلکه به دلیل مصرف یه چیزایی اووردوز کرده. جزئیاتش رو ثبت میکنم بعد از واکنش نزدیکانش و مخصوصا اونایی که دروغ ضد من گفتن اعلام میکنم. خب رفقا، نظرتون راجع به این صحبتایی که امین فردین انجام داده چیه؟ به نظرتون حرفاش درسته و واقعا به آزمایش سمشناسی دست پیدا کرده؟ اگه آره، از چه طریقی و چه حقایقی بوده که خانواده زهره فکور هنوز منتشرش نکردن؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتونم نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا کنید.